کنفرانس بین المللی تاشکن با حضور نماینده های 23 کشور به میزبانی ازبکستان برگزار شد. این کنفرانس فرصت های جدید را برای کشورهای منطقه فراهم می کند. تا همکاری هایشان را در مبارزه با تروریسم، اقتصاد و همکاری های تجارتی و ترانزیتی تاسیه بخشند. ما وارث حسرت هستم و شما بیننده برنامه نگرش هستید. در آغاز توجه بکنین به گزارش. نمایندگان 23 کشور و سازمان بین المللی در تاشکند پایتخت ازبکستان گرد آمدند تا راه حل برای پایان بحران پیچیده افغانستان بیابند. ما از تمامی فرصت ها برای تامین صلح استفاده خواهیم کرد هرچند که اقداماتی در این زمینه انجام نشده اما همکاری شما برای رفع تهدیدات و تامین صلح افغانستان بسیار مهم است آقای غنی اهداف و تهدیدات کشورهای منطقه را مشترک خوانده و از آنان می خواهد برای رسیدن به اهدافشان همدست شوند. شبکه های حراس افغان با هم وصلند و اهداف مشترک دارند. شمار جنگجویان دایش در افغانستان به کمتر از دو هزار تن می رسید. اما نظامیان افغان شجاعانه در مقابل آنان می جنگد و بیش از یک هزار تن آنان را از بین بردند. رئیس جمهور ازبکستان نیز میگوید که نگران بدتر شدن وضعیت افغانستان است و از طالبان میخواهد که برای موفقیت روند صلح و جلوگیری از آینده ناکام در افغانستان آماده آغاز مذاکره و آتش بحث شوند ثبات در افغانستان به معنی ثبات در منطقه است ما باید به با افغانستان همکاری کنیم تا به صلح برسد و اقتصاد بهتر داشته باشد بدون حمایت از افغانستان هیچ راه دیگری برای پیروزی در مقابل حراس نیست ما برای مبارزه با حراس آماده هرگونه همکاری هستیم حتی اگر استفاده از قوای نظامی هم باشد اسلوی هم اتحادیه اروپا میگوید آماده هر گونه همکاری در روند صلح افغانستان است این برای مخالفان دولت افغانستان یک چانس طلایی است که بر روند صلح یک جا شوند اتحادیه اروپا آماده هرگونه همکاری است ما می توانیم که در زمینه حذف نام طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل نیز همکاری کنیم قاچاق مواد مخدر و تجهیز حراس افغانان از رهگذر این پدیده یکی از نگرانی های دیگر از این نشست بود رئیس جمهوری افغانستان و اتحادیه اروپا می گوید که باید راه های تمویل حراس افغانان نابود شود مهمانان من در این بحث آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان آقای محمد تمیم نورستانی والی پیشین آقای عبدالواحد حکیمی آگاه روابط بین الملل به برنامه سر خوش آمدین آقای سر خوش آمدین شما سر خوش آمدین. جناب استاد از شما شروع میکنیم نشست تاشکند تا چی اندازه به حکومت افغانستان مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت مهمانان محترم و بینندگان عزیز عرض شود که نشست تاشکن در شرایط فعلی که افغانستان با افزایش ناامنی و بی‌ثباتی روبرو است و مواجه است برای دولت افغانستان از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار است نه تنها برای دولت افغانستان بلکه به نظر من نشست تاشکن یک فرصت بسیار مهمی هم برای دولت و برای مردم افغانستان تابیتانه از بحران کنونی که موجود است رهایی پیدا کنه اما متاسفانه این نشست در یک عمد بود مثبت داشت و بود منفی بسیار زیادی داشت که نیستی نشست به چالش بکشانه نشست تاشکن در یک شرایطی برگزار شد که در یک جو و فضای بیرونی برگزار شد که کاملا نشست تاشکن تحت تاثیر قرار داده بود افزایش تنش یا تیرگی روابط میان بلوک شرق و بلوک غرب در, در روزهای اخیر یا در امی روزهای حاضر تاثیر زیاد میتونه سر نشست تاشکند داشته باشه و حتی انتظار در نگرانی های وجود داره که نکنه دوباره یک تقابل میان شرق و غرب که مرز جغرافیاییش هم افغانستان باشه و یا یک جنگ نیابتی بیان کشورهای شرقی و غربی در افغانستان که جنگ نیابتی در افغانستان ایجاد شود یک از مشکلات هایی که وجود داشت می بود مشکلات هایی که دیگه ای که محاکم بود بر فضای جلسه که می توانست تاثیر منفی بر وضعیت داشته باشه و مشکلی صحبت های اخیر سفیر آمریکا در افغانستان بود که گفتن ایران یکی از مشکلات است که با گروه های مسلح را در افغانستان حمایت میکنه و ما میخواهیم که ایران دست از همچو مسائل برگ بکشه این یک از مشکلات های دیگه بود که میتونه, آقا آقا میتونه آقا شما گذار از مراسخ رئیس جمهور ازبکستان را دیدین که گفتن که حتی از هر گزینه استفاده میکنن تا زمین ح برای افغانستان فراهم بکنن اونا از طالبا هم خواستن که تا میزبانی میکنن صلح افغانستان و بین طالبا و افغانستان و دومی که آیا باورتان هست که در یک حالت ازبکستان زیر تاثیر سیاست درونی روسیه قرار داره میخواستم این مسئله رو بیان کنم که درست است در سیاست های اعلانی شاید ازبکستان موقعیتی که برای نشست این نشست وجود داره از نگاه جغرافیایی خیلی جای مناسبی بود یعنی دو ازبکستان کشوری است که در گذشته هم چندان در مناقشات منطقه‌ای و به خصوص در افغانستان دخیل نبوده و در آینده هم نخواهد دخیل بود از این زاویه و از یک محل مناسبی برای همچون نشست های تلقی اما ای که ازبکستان هیچگاهی نمیتونه به دور از سیاست های خارجی و تاثیرگذاری های تصمیمات روسیه عمل کنه این هم یک بخشی است شما میفهمید که روز اعلان شد که حدود کشورهای غربی حدودا بیش از چهل یا چهل و یک تن از دیپلومات های روسی را از کشورهایشان اخراج کردن حتی استرالیا هم اعلان کرد که ما به ایران روان میپیوندیم و برخی از دیپلومات های روسی را از کشورش اخراج خواهد کرد این مسائل تأثیر گذار روی هم روی منطقه و هم روی افغانستان و هم روی روابط بین آمریکا هر قدر این روابط بین کشورهای غربی و روسیه تیرتر میشه به من دازه تأثیر گذار است در چیست؟ آیا, آیا ای هم موضوعات نمیکنه تاشکند؟ تاشکند میکنه اما یک بادی مثبتی وجود داره شما خبر داریم که یکی از چیزهایی که تجربه شده در گذشتهام در کشورها تجربه شده ای که چگونه ما بتوانیم وابستگی های متقابل میان کشورها ایجاد کنیم در بعد اقتصادی ای که کشور تاجیکستان ازبکستان در در ای میتواند روی افغانستان حساب کنه و افغانستان هم به عنوان یک معبر میتونه برای کشورها میان کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باشه در ای بود میتونه یک خضیه مثبت تلقی شود چرا به خاطر از اینکه بهترین تاثیرگذاری را که در وابستگی های متقابل میان کشورها میتونه ایجاد شود حتی اتحادیه اروپا را شما میفهمین که ظاهرا از یک بعد اقتصادی آغاز شده از یک کارخانه زغال ایجاد شده اتحادیه اروپا در این قسمت درست است میتونه که اگر همکاری های بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه در باد اقتصادی ایجاد شوه میتونه این بخش در باد سیاسی و در باد امنیتی هم پیدا کنه و وابستگی بسیار شدید میان کشورها ایجاد کنه چرا به خاطر ازی که هر زمان وابستگی ایجاد میشه و ما اندازت منافع مشترک تعریف میشه و هر اندازه که منافع مشترک میانی کشورها بتونه تعریف شود و ما اندازه یک هماهنگی اجماع منطقه‌ای در راه ثبات و توسعه ایجاد میشه بله بله شما من بر به بس بر شما شما از دو حالت از چالش ها و فرصت ها صحبت کردید بله. در این نشست دقیقا ما به یادم است شما می این مسئله را در نشست کابل هم صحبت کرده بودین که نشست کابل هم میتونه یک فرصت باشه و میتونه یک چالش باشه برمیگردیم آقای ناصری ما چرا از فرصت ها نتونستیم خوب استفاده بکنیم فرصت تمامی از, از از رسانه ها نهادهای مدنی و مردم باورشون است که نشست تاشکن یک فرصت خوبی از برای حکومت افغانستان تا از این فرصت خوب استفاده کنه ولی همیشه دیده شده که حکومت افغانستان فرصت ها را به چالش تبدیل کرده کی برش پسان هم زیان بار بوده و نگران کننده بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب عالی استاد صاحب حکمی و همطوری والی صاحب و همه هم محترم تکنیکی در شبکه و کلیه بینندگان محترم ببین اساسا موضوع افغانستان ای رقم نیست که فرزن با نگاه سطحی و ابتدایی وقتی ما شما نگاه میکنیم فکر میشه که فقط و فقط این چالش و این گرفتاری منحصر و متعلق و در چارچوب اربعه حدود به نام افغانستان منحصر است اگر رقم باشه این چالش بیشتر چالش کوچک است و قطعا سالها طول نمی کشید و فعلا خاتمه پیدا می کرد. مشکلی اساسی در اینجاست که همیشه گفته شده و گفته شده با حالا همه کس می فهمه که جنگ افغانستان و کنفلیت به منازعه که در افغانستان جریان داره یک منازعه بسیار فراگیر منطقه است. بالاتر از منطقه است بلکه بین المللی است. و امروز ما و شما هم طوری که استاد حکیمی شارکت نتیقا با اینا موافقم بسیار متاسف قضیه اتفاق در به نام اخراج تعداد زیادی است. دیپلماتای روس از قلم که دقیقا اونها نقش اساسی میتونه در صلح نسبت به افغانستان ایجاد بکنه و بازی بکنه و از طرف دیگه روس یک بود یک بخش دیگر از قضیه است حالا مگر تعداد زیادی از کشورها متهم نمیکنه کنه روسی که فعلا اینجا طالبان آورده و چند دسته تقسیم کرده و در ماورای به اسلام مرزهای افغانستان به نام افغانستان در شمال افغانستان اینا رو مسلح میکنه و خدمات لوجستیکی در اختیار از قرار میدن چیزهایی که گفته میشه از زبان میدیا و اینا و ما هم طوری ما که سفارت سفیر روس در افغانستان کرد پس بنابراین باید ما قبول بکنیم که جنگ افغانستان و منازعه در افغانستان در اختیار یعنی در مالکیت خود افغان ها نبود افغان ها را باید تعریف بکنیم چه افغان هایی که در داخل نظام هستن چه افغان هایی که علیه نظام می جنگن. بلکه ما داریم قربانی یک سیاست با کمال تأسف تعریف نشده بین المللی و دارای به کشورهای متعددی که اینجا اهداف استراتژیک خود با قربانی شدن بنام نام مردم افغانستان اینا تعریف کرد از قبیل امریکا و کسان دیگر و همینطوری به اصطلاح هم سایه های دور و نزدیکی افغانستان به این دلیل است که از این جهت که تمام تلاش های, های و تمام خود باوری و تمام خوشبینی هایی که در نشست کابل ایجاد شد که بسیار یک فرصت مناسب بود و شما دیدین که در فراموش نکنیم در نشست کابل که چیزی که اعلان شد در حقیقت یک پکیج و یک بسته بستهی ای بود که عنوانی طالبا در حقیقت میتونه که اگر به احترام نشو تسلیم دادن یا افغانستان بدون قید شرط بود به این بدون از اینکه مشوره شو با مردم افغانستان میگه ما قانون اساسی رو تعدیل میکنیم بدون از اینکه مشوره شوه با ارزیابی قرار بگیره میگه که فرضاً ما اینها رو به عنوان یک گروه سیاسی به رسمیت میشناسیم و امروز هم شما دیدین که نماینده اتحادیه اروپا گفتن که باید طالبان از فرصت استفاده کنند ما هم کاری میکنیم که حتی اینا به از بلک لیست خارج شون پس ما و جامعه ملل هم با این موافقه رسیدن که طالبا یک چالش بزرگ دست در صدرای جامعه جهانی و حکومت افغانستان است حتی گزینه های مهم برای طالبا پیشنهاد شد بدون تردید این یک واقعیت است حالا واقعیت ما قبول نداریم واقعیت تلخ پس, پس میشد که پس میشد حکومت افغانستان چیز چیزایی ما... که بیان کرده یک چیزای روای بوده گفته که بین ما قانون اساسی را تعدیل میکنیم اگر شما مثل یک حزب سیاسی بیاین. خب درخواست حکومت افغانستان یک درخواست درستی بوده خب ببین ما محکوم نمیکنیم فرزن حکومت افغانستان حکومت افغانستان وضعیت افغانستان ارزیابی کرده هر کسایی که در کنار حکومت افغانستان یا با شعار یا در میدان عمل هست اینا را هم ارزیابی کرده و دقیقا سران حکومت امروز دوست و دشمن خود خوب تشخیص داده و اساسا میفهمه که واقعا در کسانی که در پشت میز مذاکره میشن شنود و همینطوری در, در نشست های متعدد تا نشسته. نشسته هایی که گفتن اینا بدون تردید بخش عمده این حرف هایی که در پیش در پشت میزی مذاکره گفته میشه حرف های تعارفی است چرا به خاطر از او قربانی اساسی و اصلی را که پرداخت کرده مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی از لحاظ انسانی از لحاظ عقب ماندگی از لحاظ ویرانی کشور و از نظری به اصطلاح در حوزه های متعدد در ساخت که از کشور همین که خراب بود خرابتر شده رفته و با, با, با کمال تاسف شما امروز ببینید چی دست یعنی به اندازه افغانستان منظوی شده که امروز نسل جوانش در حال فرار است و از 115 میلیارد دلاری که آمده نهایتا حکومتی در دوره حکومت قبلی و یک دوره که داره امسال در آخری ماه سور دوران زمان حکومت وحدت ملی هم به پایان میرسه نهایت شما چه مقدار فرزند ساخت دارین 7400 کیلومتر سرک باور شما است دو کشوری که گرد هم در تاشکن جمع شدن صادق نیستن با سال برای پانزده تعدادی صادق نیستن نه تعدادی صادق نیستن اگر صادق می بودی در نشست کابل و قبل نشست کابل چندین نشست های متعدد صورت گرفته اگر واقعا صادق می بودی باید کانفلک به با, با پایان می رسه و از این زجر و آدم کشی و قتل و قتال مردم افغانستان جات پیدا می کرد پس معنای نشست با هم ششتن چی معنا داره خب تلاش برید باید تلاش ما از اصل تلاش چی میکنیم حمایت میکنیم و بسیار مهمه نکته دومی که با جنبه مح... های به مثبت نشست تاشکن هم نسبت به نشست های قبلی باید در نظر بگیریم بار یکی از جنبه های مثبتی که اینجا میشه به عنوان یک گام مثبت باشه و بود. با خوشبین بود به قضاوت خوشبینانه کرد و عبارت عزیز که فعلا فرزن اداره و مدیریت نشست هایی که تحت عنوان صلح در افغانستان ایجاد میشه این دفعه از دست پاکستانیا که اصل قلم روی تربیت و تمیل کننده و پشتبان و حامی اساسی و اسلام منبعی به نام طالبان و امثال زالک و تروریزم های بین الملک قرار داده این را از این ای فرصت باید استفاده کرد مسئله دوم باز منتظر بمانیم که تا فردا امروز یک بخش صحبت ها کاملا در بخش صحبت های اصطلاح جلسه و سخنرانی های تعریفی صورت گرفته پس میمانه اصل موضوعی که فردا کلیت بخوره نسبت به افغانستان که باید او را ارجابی کرد و منتظر ماند که در اونجا چی اتفاق میافته قط نظر از دیکی باز در نشست و به اصطلاح حلقه هایی که آمده شرکت کرده به نمایندگی از کشور از 20 تا کشور دنیا از قبیل نماینده ملل متحد و طوری معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده یا آمریکا آقای سرگی لاوروف به عنوان وزیر خارجه روسیه و امسال زاریک و نماینده اتحاد اروپا. کسانی هستند که در نشست های قبلی به این پیمانه اینا شرکت نکرده با. از این جهت است که این دو تا نقطه مثبتی که بلفیل میشه او را آنان به اسرا بلفیل ما و شما روی میز با فیصله بنشینیم که به عنوان ختمش و فیصله خوشبینی قلم داد کرد یک, یک. اساسا مدیریت این نشست به پا دست پاکستان با ابتکار پاکستانیان است از اختیار از اونها خلا شد و آه سانیان آه ش... کسانی که شرکت کرده در اینجا که در کشوری اوزبکستان که باز فراموش نکنیم کشور اوزبکستان همون طوری که در این اواخر از لحاظ سیاست خارجی نسبت به غرب تمایل پیدا کرده اما فراموش نکنیم که یک وجه مشترک فوق العاده با کشورهای مشترک المنافع که در این در آسیای میانه هستند از روسیه ایران نادیده گرید. گرفت آقای نصری خب این سوال شما دارم باز برمیگردم به با والی صاحب ما چی نتیجه میتونیم بگیریم از این نشست در حالی که تعریف از صلح طالب دقیقا معلوم نیست خب من معتقد هستم که از این طرف حکومت افغانستان بیشتر از این نمیتونه عقب نشینی بکنه این عقب نشینی بسیار یک عقب نشینی کلان است و بزرگ، فرزن بدون مشوره با ملت میگه قانون اساسی تعدیل میشه ما شما رو به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت میشناسیم که قبلا یه حرفا وجود نداشتن و از طرف دیگه نماینده اتحادیه اروپا میگه ما هم همکاری میکنیم که اینا به صلح قبول بکنه مذاکرات وارد مذاکره شوه و با سلاش میکنیم که اینا از بلک سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد اینا را خارج بکنیم اینا ما به امتیازات بسیار کلان دیگه چیزی باقی چی باقی مانده در دا افغانستان فقط مانده بگه ما کل نظام سربسه و زربسه تسلیم شما میکنیم چیز دیگری که بالاتر از امتیاز بده برای طالبا و زندانیانی از اینا را بدون قید و شرط آزاد میکنه اینا امتیازات کلانش که حکومت افغانستان داده دیگر رای ما معتقد هستم که باقی نمانده چیزی که حکومت افغانستان پیشنهاد نکرده باشه و به همین دلیل که به اصطلاح خود رئیس جمهور محترم افغانستان پیشنهاد کرد که این پیشنهاد ما عنوانی طالبا به اصطلاح هیچ گونه پیشرت را در برق و در, در حیطه کاری وجود ولی هیچ بار طالب نپذیر نپذیرفتن و آنوز هم مموچر آقای مضبط هم نشاب ندادن خب این را باید جوابی کرد اینالی یک گپ اجازه بدین که ما بگم یک حرف باقی است او عبارت عزیز با تمام پیشنهادهای پیشنهاد که پیشنهاد کرد حکومت محترم افغانستان برای طالب اگر طالبا جواب مثبت نداد که تا پاسخ مثبت نداد درسته؟ او وقت آبشن و گزینه که میتونه حکومت افغانستان از استفاده بکنه اینی اینی نقطه را باید سرزال سران حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان مشخص کنه که ما یعنی قدر عقب نشینی کردم یعنی امتیازات دادم یعنی به پیشنهاد کردیم و رای صلح و به منافع ملی افغانستان ایر میدانستیم یک دو سه چار اما اگر من بعد طالب ها حاضر نشد روی میز مذاکره که با حکومت افغانستان مذاکره بکنه و باز به قتل و جنگ و خونریزی ادامه داد وقت اینجا مسئولیت سران حکومت وحدت ملی است که پاسخ مثبت سردار مردم افغانستان ایر طلب میکنه اینا باید پاسخ بده که فردا خب زناند. حکومت افغانستان برای چنین موضوع رو گفته حتی گفتن که ما صلح در میدان جنگ میپذیریم شما باور تا نیست که حکومت افغانستان از این شخص بخواه شما رئیس جمهور ازبکستان دیدین که حتی حاضر هستن که از حملات هوایی و بزور هم کار بگیرن خب باید به با همین دلیل که خدمت شما یادآوری کردم که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان و برای افغانستان و برای مردم افغانستان با جواب تهیه داشته باشه که فرزن ما رفتیم در نشست تاشکن شرکت کردیم و در نشست کابل اینی به سر پیشنهاد کردیم و در این حال طالبا قبول نکردن اینالی که قبول نکرده پس بنابراین ما تکلیف خود را با طالبا یعنی زیرا و از مسیر باید مشخص بشه. تشکر جهان سپاس جناب اولیسه در افغانستان بیش از 21 گروه توریستی در مقابل یا مخالف حکومت افغانستان می جنگ سه گروه طالبا موجود است گروه حقانی، گروه مولا عبدالمنان نیازی که ادعای وجود داره که از طرف روسیه امایه میشه یا از طرف ایران گروه از طرف پاکستان حمایه میشه ادای وجود داره دقیقا صلح با کدام گروه یا پاکستان خود در نشست حضور داره اگر صلح با پاکستان و ایران شوه خب در این نشست موجود هستن بسم الله الرحمن الرحیم اول تر از همه سال نو به کلی دوستا تبریک میگم و بینندگان تن خوش آمدید میگم وکیل صاحب و استاد محترمه ما فکر میکنم ما یک بار دیگه هم دیباره گپ زدیم و نظر ما است که ما نظر ما هم ایست که سال باقی است اصلا اصلا ما نمیفهمیم که سال باقی نیم ما فکر میکنیم که فعلا امتیازات که رقم وکیل صاحب گفت دهی نشست برای طالبا داده شده او یک امتیازات است که واقعا دیگه جای باقی نمانده که به طالب دیگه چی بتن غیر دیگه حکومت برش تسلیم کنن بگن بیاین در جای ما بشینیم و ما ما میفهمیم که پروسه پروژه طالب ختم است امکان زیاد میره که یک تعداد طالبا رو بیارن در پروسه سال خدا عبدالبنان ملا رسول یا بیارن و شاید امکان داره حتی اقوانی رو بیارن دیگه ای که یک دو بسیار نزدیک پاکستان است که حتی از پاکستانی های خود ما پاکستانی تر است و امکان داره کورم بیارن در پروسه که از امی بلک لیست امریکا خلاص شد اما نظر ما است که این کنفرانس یک ای کنفرانس است که ما یک جانبی مثبت ما ای دو نقطه را یکی است که کسانی که های نیابتی را در افغانستان می‌کنند برای بار اول از منطقوی شده این جلسه و یاد این جلسه اشتراک دارند و در پالوی از این قدرت های بزرگ رقمی که ایران، پاکستان، روسیه و امریکا در و چین در اینجا موجود هستند یک،, یک یک گپی است که یک مقداری را قوت میده به نظر ما این کنفرانس فقط به می خاطر بود که نظریات خود و می پیشنهادات که برای صلح کرده رئیس جمهور افغانستان ای را به گوش جانیان برسانه و پشتیبانی از وارد جلب صادق بودن بی کشورها مهم است خب ما بسیاری از کنفرانس ها را تجربه کردیم آقای ولی بسیار خوب نبود ما, ما می آمدیم مثلا بسیار کنفرانس ها بودن همه همین کوچکتر بودن نظر ما از ای کانفرانس باید از اعظمی اعضایی که در اینجا بودن کسایی که در این شریک هستند خصوصا در منطقه که موجود هستند باید از یک تعهدنامه را امضا میکردن که ما دیگه در افغانستان هیچ گونه دخالت نمیکنیم و هیچ کس سپورت نمیکنیم باید از پیشنهاد حکومت افغانستان برای ازیا میکرد تا که نمی نشه هر کس اینجا گروپ خود داره هر کس در جنگ های افغانستان دخیل است یک جنگ استخباراتی است پیشتر یا گفتن وکیل صاحب کیره ما نمیتونیم که یک جنگ لوکل بگویم یا جنگ منطقه‌ای و منطقه‌ای داخل افغانستان باشه یعنی و با خلاص میشه شما ببینین ما هنوز دشمن خود نشناختیم رئیس جمهور ما هنوز دشمن خود نشناخته او اعلان میکنه که دو هزار نفر در همین کنفرانس بزرگ و ای سای پیش کلگی دیگه هم مملکت ها یک،, 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 یک جوک شوه و خاطر از که میگن دو هزار نفر داعش در کل افغانستان هست ما یک هزارش کشتم کشتیم یک هزار دیگه باقی مانده و ما سی ست هزار تناسکر داریم خارجی ها را داریم دیگه داریم اما نودم روزی که داعش شروع شد در در, 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 دو حول سوالی ننگرهار امروز خود خارجی ها اعلان میکنه که اضافه در, در سی سوالی افغانستان داعش است آیا دو از دو از یک از آن نفر امکان داره که تکل جای اگر ایرا با تقسیم کنی به سی سی و دو به چند سر 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 نفر دیگه این چطور میتونه که قدر افغانستان بله با، با، باورتانی اصاقه والی که ترهای بخاطر مشکل افغانستان یک ترهای خیالی است و یک نیست که او یا خود حکومت افغانستان چونی نمیخواد که ایر اعلان بکنه اکثرا من فکر میکنم که در افغانستان واقعا ما با والی بودم میدیدم که وزارت دفاع ما یا وزارت داخلی ما حتی ریاست امنیتی ملی ما یا اطلاعات معسق نداشتن از از, از دشمنای خود و یا ایست که نمی ما اطلاعات در, در, در جلسات که امنیتی می بود او را بتر ما در یک جلسات امنیتی که در اوج خارجی هم بودن و قوای ایساف هم بود و امنیت ملی بود و دفاع بود وزارت دفاع بود و وزارت داخله بود در اونجا اعلان کردن که در تمام نورسان 200 نفر طالب است از اضافه تر نیست اما ما میفهمیدیم که چند گروه طالب در اونجا است کی است چه قدر است حتی در یک قریه اضافه تر 200 نفر طالب بود و او و, 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 و کس هم پرسان نکرد در اونجا 200 نفر طالب است خیلی قدر کو 200 نفر طالب است. چرا جلوگیریش گرفته نمیشه مشکل بزرگی است که حتی ما مناطق نمیفهمیم در در بسیاری چیزها ما در از وزارت دفاع دیدیم که پلان جنگی را برای ما آوردن که ما یک عملیات میکنیم حتی در نقشه نامای قریجات فرق داشت قریجاتی که ده کیلومتر بالاتر بود او را پایینتر آورده بود شما فکر کنید وقتی که اینقدر نا... معلومات, معلومات نباشه شما چطور میتونید یک عملیات در اون اجرا کنید به نظر ما طالبا شما فکر کنید که اسماعیل خان اعلان کرد که طالب ما طالب میشینیم و طالبا گفتن ما امرای به خاطر چی است اس... طالبا و همسایه‌ای که در داخل هستند حکومت افغانستان یک فراکسیون بسیار کوچک سیاسی در افغانستان بینن و حکومت افغانستان یک حکومت تجدید شده و حکومت داخل حرک میدانند از او خاطر است که نمیخواین با این مذاکره کنند از او خاطر است که نمیخواین اگر نی طالبان شاید آماده باشند از او خاطر است نمیخواین و میگن که ما با امریکایا میشینیم نبایا ما با مجاهدین میشینیم نبا رزید. اتحادی اروپا و جامعه ملل در این نشست اعلان کردن که ما از طرح صلح اتو امریکا از ات طرح صلح بین الافغانی حکومت افغانستان حمایت میکنیم پس صلح یعنی اگر طالبان میخواین که صلح بکنن با طرف افغانستان باید سلح بکنن طالبان به ات... اول اعتماد به حکومت نداره دو میره یک یک یک, یک... فراکسیون بسیار کوچک میدانن میگن اگر ما هم ازی از این مذاکره کنیم و صلح را بیاریم در افغانستان میشه که دیگه سیاسیونی دیگه در مقابل ما استاد شد این مهم است وقتی که خود حکومت در بین خود در داخل خود ضعیف باشه هیچ کس دیگه نمیخواد که با ما یک حکومت مذاکره کنه با ما یک حکومت صلح کنه که خودش سر خود اعتبار نداشته باشه چند روز دیگه او میمونه و دوم دیگه وقت وقت حکومت افغانستان در اول جوزای ابسال ختم میشه و یک یک جنجال سیاسی دیگه در اول اول جوزای دیگه در افغانستان حتما به وجود میه صداها بلند میشه و وایی مشکل وایی گپاره دشمنای ما وای گپاره پاکستان هم میفهمه ای گپ ایران هم میفهمه ای گپ روسیه هم میفهمه کسایی که دریجه دخیل هستن و یا و یا طالبان میفهمه نه قدر نافهم نیستن که یه پاره فکر نکنن و میگن یک حکومت خودش دو ماه دیگه یا سه ماه دیگه ماه مونده یا سه ماه دیگه مونده ما چطور بریم امروز یک مذاکرات یک، یک،, یک 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 پلان صلح را امضا کنیم که باز اینام نداشته باشه بله, بله،, بله، جناب ولی آخرین سوال در وقفه چرا با این اندازه 23 کشور جمع میشن دو سازمان سه سازمان خارجی بین با هم جمع میشن و خوشی میکنن ما براتون میگم استراتژی امریکا در افغانستان صلح نیست ترامپ خودش اعلان کرد که استراتژی ما جنگ است و تو میزنیم دشمنای میزنیم حتی در روزهای اول اعلان کرد که در پاکستان هم میرم پشت سرش استراتژی جنگ است شما فکر کنید که نیکلسن اعلان کرد و اختیاری خود به تا... ایران و تاجیکستان داد که شما در مسائل افغانستان دخالت میکنید شما کمک های لوژستیکی میکنید و یک اختاریه بود یک طرف از سلاح گب زده میشه یک طرف از جنگ بسیار به شدت پشتیبانی میشه و جنگ می گپ زده میشه نظر ما است که یک ما نظر ما مردم افغانستان عوام فریبان است برای عوام میفره ما مردم ما افغانستان بازی می در این و ما کشته میشیم دیگه کس کشته نمیشه او طرف ما گاز افغان کشته میشه این طرف ما ز افغان کشته ما در بدر بشیم به نظر ما هنوز هم استراتژی جنگی استراتژی جنگی است استراتژی صلح ما فکر نمیکنیم که با این زودی ها که ما فکر میکنیم سوله به صلح در افغانستان بشه بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم بعد از وقفه برمیگردیم شما بیننده برنامه نگرش هستین و بحث ما روی نشست تاشکند است در ازبکستان آقای استاد نتیجه این نشست چی به بار خاتم آمد یا نتیجه مثل قبلی و دیگه ای که چرا ازبکستان خود لازم میدانه که به یک نشست به بسط بیمنالی ایجاد بکنه و حتی جمهور شما دوباره تکرار میکنم که جمهور ازبکستان گفت که حتی از گزینه های نظامی هم استفاده میکنند اگر گزینه های صلح نشد خب در چند سال گذشته از گزینه های صلح هم استفاده کردن ترس دایشه دارن یا ترس طالبه بس اونجا بس طالب شد رئیس جمهور اگر قام را هم اگر قام درشت و نادرشت اعلان کرد که یک هزار کشتن و دو هم یک هزار دیگر هم از بین میبرند. گپ دیگه ای که رئیس جمهور گفت که بیاین کنار بین با حکومت افغانستان و امریکا یعنی این زمین ساز برای سلح با حکومت افغانستان و صلح با امریکاست من فکر میکنم که نتیجه یا پیامد این نشست چی میتونه باشه یکی شکی وجود نداره که نشست ها یک نتیجه بسیار آنی و فوری نمیتونه برای مردم افغانستان داشته باشه و حتی نمیتونه تزوین کننده یک نوع صلح و امنیت در افغانستان باشه و بتانه صلح و امنیت را بیاره یا حداقل زمینه را برای مساعد کنه که با طالبا مذاکره کنه گرچه که طالبا در این نشست هیچ نمایندهای هی حضور نداشتند اما کشورهای که از طالبان حمایت میکنه اونا حضور داشتن ولی علاوه بر تمام امی مشکلات هایی که وجود داره ما باید توجه کنیم که آغاز کار از یک جای باید کار را آغاز کنیم این این مذاکرات باید بارها بارها صورت بگیره تفاهمات ها صورت بگیره ما ببینیم که نگرانی کشورهای همسایه چیز به نگرانی کشورهای همسایه باید گوش داده شوه و اونا شنیده شوه که چی میخوای از افغانستان و چی اهداف میخوای در افغانستان دنبال کنه چرا دست از حمایت از طالبا بر نمیداره یک بخش از مسئله است که پیامدش چی میتونه باشه پیامدش فکر نمیکنم که به ما به یک نتیجه بسیار مثبت در این بخش ها داشته باشیم اما این هست که دولت افغانستان یک موفقیت برش حساب میشه که تانسته هم کشورهای منطقه‌ای که دخیل در قضایا است و هم کشورهای جهانی را که تأثیر گذار روی وضعیت افغانستان روی یک میز مذاکره در یک کنفرانس با هم گرد بیاره و بیتونه روی یک موضوع بسیار مهم در افغانستان صحبت کنه یک موفقیت برای بله. دولت افغانستان میشه باشه آقای حکمی رئیس جمهور گفت که دو مسئله است یکی اگر بین صلح بکنین زمینه فراهم بکنین به خاطر صلح صلح بین الافغانی توسعه اقتصادی در افغانستان به خدمت شما ما حاضر هستیم که هر نوع شما توسیق اقتصادی را از, از, از افغانستان میخواین ما برتون داده میتونیم به این که شما هر امتیازی که دارین ما میخم امتیاز میتونیم برتون متوجه باشین که در بخش سیاست های خارج سیاست خارجی شما در جریان هستن که سطح ویژگی های فردی افراد روی سیاست خارجی کشورها خیلی میتونه گذار باشه آقای اشرف غنی یک اقتصاددان بسیار ماهره در بخش اقتصادی شاید خیلی گپار متوجه است مفهمه و یه شک وجود نداره که یک از متغیرهای بسیار عمده و تأثیر گذار که بتونه یک وابستگی متقابل اقتصادی و منافع مشترک رو بتونه تعریف کنه مسائل اقتصادی است به خاطر است که آقای اشرف غنی میخواد بگه که کشورهای منطقه به نوعی هشدار میخواد بگه که امنیت و ثبات در افغان منطقه رابطه بسیار مستقیم و رابطه بسیار ناگسستنی با امنیت و ثبات در افغانستان داره اگر در افغانستان امنیت و ثبات بیاید و از افغانستان به عنوان یک چهارراه اقتصادی استفاده شود میتونه افغانستان و کشورهای منطقه به عنوان یک بلوک بسیار قدرتمند اقتصادی ایجاد شود ای علتی که است که آقای اشرف غنی دقیقا متوجه شده که در بعد سیاسی کشورهای منطقه با هم نمیتونه با توافق برسه شما در جریان هستین که در افغانستان بخش ناامنی برمیگرده در تقابل هایی که وجود داره ایران و عربستان از یک سو این در افغانستان هر کس منافع خود میبینه و هر کس بر اساس منافع خود تلاش میکنه یک بخش از مشکلات است که در افغانستان وجود داره هند و پاکستان در یک بود دیگه ای قضایه وجود داره که بازم بر مشکلات افغانستان می افزاید اضافه بر ازو در سطح کلان روسیه و آمریکا هم در افغانستان هر کدام منافع خاص خود داره که اینا میخوای آقای غنی دقیقا متوجه شده در که در بخش سیاسی ما نمیتوانیم یک اجماع منطقی به وجود بیاریم و بتونیم اقناع ایجاد کنیم بر کشورهای همسایه و بر کشورهای منطقه که افغانستان نمیتونه تهدید بر اونا باشه و اونا مجبور بیاید در افغانستان تامین امنیت و صبح بکنه و این خاطر است که از بود اقتصادی وارد بحث شده تا بتونه یک منافع مشترک را در بحث اقتصادی تعریف کنه که اشاره هم کرد که اگر پروژه هایی که روی دست گرفته شده این پروژه ها در افغانستان و منطقه اجرا شود منطقه به یک بلوک اقتصادی بسیار قدرتمند می میتونه تبدیل شود است که آقای غنید به این مسئله تاکید میکنه اما یک چیز دیگه ای که بسیار جالب من خدمت شما میتونم میخوایم عرض کنیم که سوالی هستی که برمیگرده به یکی که ما امروز یک از مجله هایی که در روسیه چاپ شده بود در یک بخشش یک از دوستا در روسیه در فیسبوک خود را ترجمه کرده بودی بود که سوالی بود که چرا در ای اواخر امریکایی و دولت افغانستان تلاش داره که طالبا را وارد میز مذاکره کنه با تمام امتیازات میخواه با طالبا بتا و طالبا را وارد میز مذاکره, با میز مذاکره بکشنه و از جبهات جنگ خارج کنه آیا آمریکا و دولت افغانستان اعتراف کرده که نمیتونه در جبهات جنگ پیروش شوه آیا شکست خود پذیرفته یا نه مسئله دیگر است کشورهایی که داخل در قضای افغانستان است مثل روسیه اینا به این باورند که علت ای که دولت افغانستان با تمام امتیازات چیزی که پیشتر وکیل صاحب خدمت عرض کرد و گفت که دیگه هیچ زمینه عقب نشینی وجود نداره آخرین گزینه را رئیس جمهور پیشنهاد کرد علت چیز که هم آمریکایا و هم دولت افغانستان و هم بحش از کشورها متوجه شدند که طالبایی که در گذشته به عنوان عوامل ناامنی حساب می شدند اینا در دامن کشورهایی که مخالف آمریکا و کشورهای غربی هم سقوط کردند مثلا بخش در دامن ایران سقوط کرده بخش هم خود دولت افغانستان هم میگه حتی یک بار وزیر خارجه روسیه اعتراف کرد که ما با طالبان رابطه داریم البته این رابطه به معنای تمویل لوجستیکی نداره و حتی سفیر امریکا در چند روز پیش گفت که آمریکا روسیه تمویل همکاری لوجستیکی با طالبان داره اینا روسیه به با این باور است که این ترفندها و این از و صلح و این عقب های دولت افغانستان به خاطر اخراجی طالبا از چنگ کشورهایی که در بخش کلان سیاست های منطقه‌ای با آمریکا همسو هستند علت چی خب, خب با, که با هم جنگ شدن بله. با هم شدن در تاشکن با مفکوره های متفاوت با تضادها شما چطور میکنین وقتی که صلح بین ایران و عربستان ایجاد نمیشه چطور صلح ای دو کشور میای به افغانستان بیارن در حالی که همین فایده هایشان در این کشور در کشور به نام افغانستان روی فایده های نظامی میچرخه و یا هم روی فایده های اقتصادی میچرخه ببینین اینا کشورهای منطقه بین بد و بدتر انتخاب میکنن اونا فکر میکنند که اگر رفت در افغانستان صلح بیایه و آمریکا در یک حالت بسیار در امن و امنیت در افغانستان بسر بره آیا آمریکا برنامه های بعدی را برای کشور ایران و کشورهای آسیای میانه و به خصوص روسیه نخواهد گرفت بنابر اونا تلاش داره که در آمریکا را به نحوی از آنها در باطلاق به نام افغانستان درگیر کنه که دیگه فرصتی برای آمریکا در افغانستان مساعد نشد تا روی مراحل بعدی شما میگن شما می روسیه چین ایران ازبکستان ترکمنستانی کشورها میخوای که یه به یک بر بر آمریکا ضربه بزنه من فکر میکنم که البته کشورهای آسیای مرکزی کمتر در این مسئله دخالت داره اما کشورهای غیر از آسیای مرکزی روسیه ایران و چین اینا دقیقاً هم در باد اقتصادی رقیب بسیار سخت سخت آمریکاست شما در جریان هستین که چند روز پیش آمریکا یک مالیات بسیار هنگفت را روی و و اموال تجاری چین که داخل آمریکا میشد وضع کرد این علت چیست؟ علت چیست که یک تقابل در اقتصاد در بین کشورهای منطقه وجود داره هم در بعد اقتصادی اینا با هم در رقابت هستند و هم در باد با سیاسی و امنیتیش کشورهای منطقه به این باورند که آمریکا اگر در افغانستان در یک حالت آرام و امن به سر ببره باز او زمانی تصمیم بعدی چی خواهد بود آیا از افغانستان به عنوان یک سکوی پریش و یک پل بر رسیدن به مراحل و اهداف بعدی خود استفاده نخواهد کرد تایید برای مساله صحبت سفیر آمریکا چند روز پیش است که شما جوابی حتی که سفیر ایران هم برای ای داد شاید در جیران باشین صحبت کردند و گفتن که آمریکا میخواهد حتی صحبت که دقیقاً سفیر گفتن این بود که ما با بخش از مقامات امنیتی عربستان، آمریکا و افغانستان در افغانستان نشست کردیم، روی اوضاع منطقه صحبت کردیم و به این باور رسیدیم که ایران و روسیه از, طالب، از بخش از طالبا حمایت میکنه پس معلوم است که یک جبهه بندی خاصی در منطقه وجود داره که افغانستان خود دولت افغانستان خیلی کمتر میتونه تلاش میکنه هم دا... کمتر میتونه نقش در بود مثبت باشه آقای ناصری باور شما هم. از این نشست چیست این نشست میتونه که یک نشست متفاوت برای حکومت افغانستان باشه فرماشات شما در وقفه اول بسیار فرماشات خوبی بود ولی چطور میتونیم در حالی که باور آقای حکیمی اما تغییر دادن وضعیت کشورها چطور مفکوری کشورها را تغییر داد که یا با ورقه ولی است که با ورشانه است که صلح تا این اندازه را به 23 کشور بیایه به با بونست خب ما در بخش اول صحبت ها اما طوری که توجه فرمودیم اصل ترکیب مکانیزمی که اینجا صورت کرده در این اجلاس حضور داره از اون نقطه نظر جنبه های مثبتش ارزیابی کردیم و با انالایز تجزیه و تحلیل گرفته شد که منطبق با واقعیت اما من در رابطه با یه زمینه که پرسش دوم مطرح فرمودین فراموش نکنیم که و حرفی که جناب آقای غنی اینجا مطرح کردن که ما باز میتونه افغانستان تبدیل شد به یک محور اقتصادی و همه کشور فراموش نکنیم که روی کرد جنگ در افغانستان روی کرد اقتصادی نیست اگر بری کرد اقتصادی میبودی زود این رو به منازه پایان پیدا میکرد و طولانی مدت نمیشد و این همه مصارفی را که به اصلا مردم افغانستان با او پرداخته و از جمله کشورهای کمک کننده به افغانستان با, با کمال تصفی چی میکردن؟ جبران میکردن و تمام میشد اصل مسئله را ببین که اصل موضوع خلط شد دقیقا جنگ در افغانستان جنگ سیاسی است به عبارت دیگر با بالاتر از او و فراتر از او و از او جنگ در افغانستان یک جنگ ایدئولوژی است کس نه دیگه گرفت شما ببینید اساسا وقتی که صحبت میشه از منافع هند در افغانستان آیا منافع هند در افغانستان منافع اقتصادی یا منافع سیاسی است دقیقاً برمیگرده به مبدأ تاریخی و ای که پاکستان امروز آمده پای خود را بند کرده در اینجا به خاطر موضوع اقتصاد موضوع اقتصاد نیست بلکه پاکستان گلایمنده و شکایت داره فردن از دفع. افغانستان متاسفانه که در او زمانی که پاکستان استقلال خود از انگلستان گرفتن با کمال تاسف او زمان او شاهان بی کفایت و بدون مفکوره سیاسی حتی از برسم شناختن حکومت و نظام امروز پاکستان و جغرافی های مستقل به نام پاکستان خودداری کرده که امروز ما داریم قربانی میشیم پس استدلال ما ثابت میکنه که این جنگ در افغانستان به با کمال تاسف یک منازعه طولانی و یک ریشه اساسی و تاریخی داره و کاملا بر مبنای به اسلام منافع سیاسی استوار است از این جهت از این جهت به نوبه خود اجازه بده از این جهت است که این تحلیل رئیس جمهور غنی صاحب کاملا بی اساس است همونطور طور که حرف با کمال تاسف میاره به اصطلاح میگه میگه کل نیروهای داعش در افغانستان ببین آمار میده ای واقعا مزخرف ای انسان های به نام افغانستان واقعا خرد میکنه دو هزار بیشتر میگه دا دایش نبود یک دارش ما کشتیم یک هزار دیگر کشتی چرا جنگ رقم و ایرانگری داره مردم افغانستان قربانی گرفته و همه را دارد در معاطری خود و در آتش و حریق خود شلوار ساخته و همه را نابود کرده نیروهای انسانی و همینطوری نیروهای نظامی و و امثال ده. فراموش نکنیم مشکل دیگری که امروز متوجه غرب و عبارت عزیز که امروز امریکایا در افغانستان قربانی میده یک اشتباه بزرگ امریکایا بعد از پایان یافتن جنگ سرد مرتکب شد نسبت به افغانستان و عبارت از بود که افغانستان به بوته فراموشی سپرد و آوردن ایلا کردن و ونمو فراموشی بود که زمینه را به نام به وجود آوردن فردن نیروهای ایدئولوژیک و تنروان اسلامی به وجود آورد و پاکستان از این مرحله خوب استفاده کردن و با کمال تاسف اینجا بسیار میخوای آهنین فولاندنی محکم محکم سیاسی رو اینجا دارد. پس من در این شست حکومت افغانستان اگر توانایی داره یک کار بکنه و عبارت از که فقط گارانتی های اجرایی را از اعضایی که در دور میز مذاکره در تاشکن نشسته و فردا به اه اصطلاح اعلامیه پایانی را اونجا اعلام میکنه از اینها واقعا ضمانت اجرایی بخواید در تل... غیر از اون میتونه میگم در بسیار کار مشکلیه با کدام تحلیل با کدام پایگاه با با کدام خاگریزی که از اون افغانستان فردا وقتی که ناکام میمونه از اون بکنه؟ این شلیک بکنه بیاین گبار به اصطلاح صاف پوسکنده بگیم خب جناب والی صحبت کردند دقیقاً همین رقم است وقتی که افغانستان حکومت و نظام افغانستان حکومت وحدت ملی میای در پشت میز مذاکره میشنه و خودش میگه صدا میکنه که با حکومت افغانستان با امریکا. و آمریکا خب بدون تردید دو طرف گوش داره, داره عقل داره چشم داره او وقت او میگه وقتی که تو میای یک طرف قضیه آمریکا را قرار میدیم پس چه بهتر که اونی که میتونه به اسم آینده مرا تضمین بکنه و مورد اعتبار بین با المللی باشه حکومت به نام افغانستان نیست بلکه آمریکایی است پس چه که ما با آمریکایا صحبت مستقیم بکنیم تو حکومت خب فردا وقت تمام میشه میره صد تا گرفتاری دیگه در مملکت با وجود میاد از این جهت از این جزینش چی خوشبینی ما همین است که یک مدیریت اداره ای پیشنهاد به ابتکاری این میزی مذاکره از هیته و صلاحیت و ملکیت پاکستان خارج شده دو نسبت به هر نشست قبلی وقتی که مقایسه میکنه اینجا به اصطلاح آدمای قاوم پاورهای قدرت های بزرگ اینجا آمده شرکت کرده و کاملا از لحاظ ما... ماهوی و جوهری این نشست به اصطلاح از لحاظ کیفیت بالا میبره و الا کمیت ها مورد بحث نیست اما پاورهای سیاسی مورد بحث است که اینا دور بر میز مذاکره از این جهت است که ما نسبت به این دو تا حلقه با خوش داشتیم و اطلاعات میکانید خدمت شما جمع تشکر میکردم. آقای ولی باور شما چی است چطور ما میتونیم از این جلسه و از این نشست نتیجه بگیریم در حالی که شما در اول صحبت هایتون باور نداشتین ما فکر میکنیم که یک میلامی آخرش که امروز دادن یک پاینت بسیار خوب بود که در روی نشکر کرده بودن که هیچ مملکت یا هیچ کشوری که در اینجا ای این امضا که امضا کردن در اونجا پشتیبانی از تروریسم به خوب وعده نکنه و معنای تو بارش پایگاه نتا و بارش, و بارش ام کاری نکنه دوی نکنه این معنایش بود که یک مقدار و گپ وکیل صاحب که یک فشار بود برای پاکستان غیر مستقیم نامش گرفته نشد و معنایش همی که سر پاکستان است و همسایه های دیگه هم که همکاری میکنه نظر ما است که ما فکر نمی کنم که دوستها ما به این نظر هستیم که این کدام نتیجه بسیار مثبت بده اما از نگاه سیاسی افراد یا کشورهایی در اینجا جمع شدن که همه دخیل هستن در مسائل افغانستان یک یا خوب یا زیاد یا کم دخیل هستند و اگر افغانستان در اینجا یک درایت سیاسی می داشت و و مشاورین خوبتر می داشت رئیس جمهور که برش این مسائل امرائش کار می‌کرد و همکاری می باید در اما حوال پیشنادش بود که کسایی که اینجا آمدن باید از یک گرانتی داده شود که بر افغانستان پشتیبانی میکنن و اصول افغانستان واقعا پشتیبانی میکنن و چی کارها را میکنن؟ و باید از برشان گفته میشد که قطع کمک ها به طالبا و لسیا بودنشان راه بند کردن راه لوجستیکی همه چیزها را باید از یک گرانتی گرفته میشه غیر از او و جلساتی است که میشو می و باز میریم و باز میبینیم یک چند وقت بعد نتیجه شه ما فکر نمی کنیم که یک نتیجه که ملموس که برای فایده افغانستان باشه از این بعد است پس نتیجه را چگونه میبینید آخر کار نتیجه را من منفی میبینم و خاطر از این که نتیجه را منفی می‌بینم، ما من پاول پیشتر برتانم گفتم که که طالبای اعتماد نداره سر حکومت وقتش بسیار کم مونده و میگه که ما هم راه امریکایا میکنیم دوم دیگه هنوز هم همسایه ما رقم ایران ایران حکومت افغانستان یک حکومت ایران ستیز میدونه و یه زبان دیپلماتایش برآمده. که این حکومت است که بر ضد ما توطئه میکنه بر ضد ما کار میکنه تا بالک پاکستان میگفت عین گپال ایران میدونه و این خاطر از وقتی که دو همسایه که بسیار سرحد بزرگ داری با او و او مخالفت شدید با حکومت داشته باشه چطور سلمه و حتما گروپ هایی که شان از همکاری میکنه و او را دگام تقویه میکنن و دوم دیگه اضافه تر از 50 فیصد خاک افغانستان نمیال طالبا کنترل میکنه یا طالب یا دایش کنترل میکنه مخالفی و, و, و چرا بیاین مذاکره کنن به حکومتی که او شاید یک فیصد خاکم کنترل نکنه معنی چیز که یعنی حکومت کابل از و کابل هم شاید کنترل کردن نتونه و دوم دیگه و ما شما میبینیم که اینجا مذاکرات یک رقم پیش میره و آقای اکمتیار میای و اعلان میکنه که ما شما بعض باز ولایت ها رو است که اینجا یک 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 یک, 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 یک حکومت دیگه که باید با وجود بیاید و تجزیه افغانستان است و, و در بدلی زیادتر است و این ای طرف سلح پیشنهاد میشه و وزی که آقای حکمتی باید که از پشتیبانی از پروسه سلح کنیم و یک چیز دیگر هم اضافه تر میده که یک مقدار دیگر هم وار قوی تر بسازه و دو اعلان هم میکنه که نه دو اسکر باشه و نه پلیس باشه و نه دیگر باشه و یک جای خود مختار و مستقل باشه بسیار تشکر ممنونتون تشکر آقای حکمی بسیار تشکر آقای والی سید بسیار تشکر جناب ناصری های عزیز از شما تشکر که تایید با ما بودین برنامه همین قدر بود تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم رحم می سپارم الله یار مددگار